أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى غيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. ولی و حافظ و قائد و ناشر و دلیل و عینا حتی تسکنه ارض کتوعا و تمتعه فیها طویلا به بهانه گفتگو پیرامون مناجات زیبای زین العابدین علیه السلام معروف به دعا مناجات ابو حمزه گفتگوهایی رو خدمت شما آغاز کردیم که نوبت دوم اون رو خدمت شما تقدیم میکنیم اشاره کردیم که سند اید مناجات زیبا کتابی است از عالم گرانقدر شیعه مرحوم شیخ توسی جناب ابی جعفر محمد ابن حسن ابن علی متولد 385 هجری و متوفای 460 هجری عالمی که حدود یک هزار سال پیش میزیسته و کتب مختلفی در زمینه های مختلف و دانش مختلف دینی تعلیف کرده از تفسیر، کلام، فقه، دعا، تراجم، رجال و سایر دانشهای مرسوم آن روز حوزه های دینیه شخصی است که او را شیخ و طائفه مینامند و شاید بزرگترین عالمی است که حوزه های علمیه در مقام مؤسس و استاد و مدرس به خودشون تا امروز دیدند این عالم بزرگوار کتاب ارزنده دارد به نام مصباح المتحجد و سلاح المتعبد که عرض کردیم این کتاب نخست در نسخه متول و مبسوطی توسط ایشون تعلیف میشه و بعد به خاطر اینکه قابل استفاده باشه برای عموم مردم ایشون همون نسخه رو خودش تلخیص و مختصر میکنه اون چیزی که امروز ما مصباح المتهجد مینامیم همان نسخه ملخص و مختصر شده توسط خود مرحوم شیخ توسی است. بخشی از این کتاب به اعمال ماههای سال اختصاص داره. ایشون سال رو از ماه مبارک رمضان آغاز میکنه و تا انتهای شعبان المعظم سال رو به پایان میبره. در اعمال ماه مبارک رمضان ایشون میرسد به اعمال مربوط به سحرهای ماه مبارک رمضان. روایتی رو از راوی جلیل القدری به نام جناب ابی حمزه سومالی ثابت ابن دینار نقل میکنه نظر و جمعبندی یک عالم رجالی بزرگ معاصر شیعه به نام مرحوم آشخالی نمازی رو در کتاب مستدرکات و علم رجال الحدیث در مورد این راوی گرانقدر با هم خوندیم که او رو سقه و جلیل القدر نامیده بود و روایتی رو از امام صادق علیه السلام متذکر شده بود که حضرت فرموده بودند ابی حمزه سومالی در زمان خودش مانند سلمان فارسی بود در زمان خودش و گفتیم که جناب ابو حمزه چهار معصوم پاک رو امام چهارم امام پنجم حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهم اجمعین رو درک کرده و از همه این بزرگواران روایت نقل کرده و اما متن مناجات این گونه آغاز میشه مقدمتا جناب ابی حمزه میگوید کان علی ابن الحسین سید القابدین صلوات الله علیهما یصلی عامه اللیل فی شهر رمضان کان یصلی ماضی استمراری باید ترجمه بشه زین العابدین علیه السلام عموم شب رو به نماز سپری می کرد نماز می خاند. نماز میگذارد در ماه مبارک رمضان. اشاره کردیم به جایگاه نماز در بین عبادات و مظاهر عبادی شیعه اما جناب ابی حمزه این گونه ادامه می دهد کان سحر دعا به ها و دعا اما همین امام چارمی که به نماز به عنوان عمود دین متمسک بود برای نشان دادن بندگیش و برای گیری امام معصوم از روحانیت نماز بحث این نیست که مقام نماز از مقام امام بالاتره اما نماز امام هم با نماز ما متفاوته لذا امام معصوم هم در نمازش در واقع قرب دارد همان گونه ای که ما در نماز خودمون قرب داریم این تعبیر زیبا رو از خاتم النبیین شنیده اید و شنیده ایم کرارن که فرمودن انا لا اشبع من الصلاه من من خاتم النبیین از نماز خواندن سیر نمی اینها خطکش ها محک ها و سنجه هایی است که من و شما باید خودمون رو دائم به اون عرضه کنیم اگر علاقه ای به نماز نداریم علقه و وابستگی و پیوند ناگسستنی بین ما و نماز نیست باید بدانیم فرسنگ ها فاصله داریم از آن بنده آرمانی که خاتم النبیین ترسیم کرده به عنوان عبدالله خب عرض کردیم برترین و والاترین مظهر عبادی عبادتی است به نام نماز زین العابدین هم عمده شب رو عموم شب رو به نماز مشغول میشد در ماه مبارک رمضان طبیعتا مانند ماهای دیگر و شبان روزهای دیگر ساعات مختلف شبان روز نسبت به هم دیگه شرافت دارند. شب برای عبادت شرافت بیشتری دارد تا روز در بین ساعات شب سلس آخر شب که سهر نامیده میشه شرافت به بیشتری دارد نسبت به دو سلس نخست شب یعنی از اذان مغرب تا از آن صبح رو اگر به سه قسمت تقسیم کنیم بخش سوم که سهر نامیده میشه شرافت بیشتری برای عبادت داره خب جالب نیست که اهم مظاهر عبادی که نماز باشد توسط زین العابدین در عموم شب به جا آورده می شود اما به تعبیر خودمونی به گل زمان شب در ماه مبارک رمضان که میرسه زین العابدین یک مدل دیگری از عبادت رو انجام میده نماز رو کنار میگذارد و فاذا از کان السحر دعا به ها و دعا سحر که میشد زین العابدین این دعا را خب این دعا را میخواند جناب ابی حمزه اگر یک بار فقط دیده بود شاهد بود که مثلا زین العابدین علیه السلام در یک شبی از یک ماه مبارک رمضانی در طول عمر شریفشون یا اینگونه بگوییم دقیق تر در طول سالیانی که ابو حمزه محضر اون بزرگوار رو درک کرده بود اگر یک شبی در یک ماه مبارک رمضان این رو خونده بود مدل دیگری این مقدمه شکل می و انشاء می شود. از خواندن این مقدمه ما این گونه می فهمیم که خواندن مناجاتی که در سر صفرش خواهیم بود از امشب سنت جاری زین العابدین علیه السلام بوده پس کسی خورده نگیره چرا محفل تشکیل میدهید برای قرائت هر شبه ابو حمزه آقا چرا هر شب میخوانید چون امام ما این کار رو کرده بله اگر این مجلس به دلایل مختلف آمادگی و استعداد خوانده شدن تمام این مناجات رو در یک شب نداره به بخش تقسیم بکنیم و خونده بشه ولی اقتدای به سنت زین العابدین و بهرهگیری از همان سفره معرفت اللهی که زین العابدین در این مناجات پهن کرده اقتضا می کند که قفلت نکنیم از عبادتی که حجت خدا بعد از اینکه دو سلس اول شب رو عمومش رو بخش عمدش رو به نماز سپری می کرد سهر که می رسید می نشست سر سفره این مناجات خب جایگاه این مناجات روشن شد شاید کسی بگوید خب هر مناجات این گونه است بحثش بماند برای جای دیگری ولی آنچه که ما از امشب به اون خواهیم پرداخت متنی است نسبتا مفصل از ناحیه حجت معصوم خدا که یک دوره کامل بیان ارتباطات قلبی و جوارحی بنده خداست با خدا این گونه بگویم دیدید شما ما در فیزیک یا در بسیاری از صنایع یه اصطلاحی داریم به اسم ابزار دقیق ابزار دقیق به اون ابزاری میگویند که خطاهای محاسباتی یک ابزار رو با اون اندازه میگیرند مثلا میگن آقا فرد بفهمید این ابزاری که برای سنجش طول طراحی و ساخته شده اگر خواستیم بفهمیم که این ابزار درست کار میکنه با یک ابزار دقیق این ابزار رو اصطلاحا کالیبره کنیم بیان حقیر اینه مناجات ابو حمزه متنی نیست که یک بنده عبدالله برای فهم اینکه خودش به فهم چند چنده با خدا برای کالیبره کردن مقام بندگیش با خدا میتواند همه حالاتش رو همه حالت های نفسانیش رو تمام آنچه که از ذهنش عبور میکنه انگیزه هایش رو نیت هایش رو به این متن عرضه کنه تا بفهمد که آیا در مسیر معرفت الله و بندگی خدا داره حرکت میکنه یا نه از اساس اون خدایی رو که اون مورد خطاب قرار میده خدای واقعی نیست یک خدای خود ساخته خود بافته است به همین دلیل این مناجات هم جزئیات بسیار دقیق توحیدی رو در خودش گنجانده و هم جزئیات بسیار ظریف به اصطلاح امروز روانشناختی رو خطورات قلبی رو خطورات ذهنی رو افکار چند لایه انسان رو که انگیزه های انسان رو نشون میدن از انجام دادن یک کار یا انجام ندادن یک کار شاید حالا نمیخوام ادعایی بکنم که از حد و اندازه انسان تغییری مثل بنده خارج باشه ولی شاید ما متنی در بین ادعیه و مناجات های معصوری که از ناحیه مقدسه معصومین علیه مصلاحات و سلام به تفصیل به دست ما رسیدن به این دقت و جامعیت در این مورد که به این درد بخوره و ما بتوانیم خودمون رو به او بسنجیم و به همون اصطلاحی که عرض کردم کالیبره بکنیم شاید نشود پیدا کرد ادعای بزرگی است در حد سواد اندک خودم این ادعا رو کردم خب دعا به ها و دعا به چه دعایی بسم الله الرحمن الرحیم اجازه بدید قبل از ورود به مناجات ابو حمزه یک نکته کوتاه دیگر را عرض کنم جمله اول دعا رو بخوانیم و ادامه گفتگو رو به شب سوم واگذار کنیم در بین ادعیه که از ناحیه مقدسه معصومین به دست ما رسیده که این گونه ادعیه مناجات ها یا زیارات رو بهشون ادعیه مناجات ها زیارت ها یا به اصطلاح عمومی متون معثوره میگویند یعنی اثر حجت الله هستند در بین متون معثوره ما با دو شکل کلی از متون مواجهیم یکی شکل کلاسیک متون که یک مقدمه در ابتدای اون متن چه زیارتنامه باشد چه دعا باشد چه مناجات چه ذکر چه ورد یا هر مدل دیگری به جهت نظر به محتوای اون متن یک مقدمه ای که می شود بیانگر ورود اون کسی که داره این متن رو میخونه به مطلبی که در میانه این متن قرار گرفته مدخل داره دروازه ورودی داره مقدمه چینی داره معمولا این مقدمه ها از جنس حمد و ثنای الهی هستن اللهم صل علی و آل محمد الحمد لله رب العالمین تعابیر این گونه ای دعای کمل رو مد نظر بیارید دعای ندبر رو مد نظر بیارید بسیاری از زیارات ما از همین شکلن یعنی چه خطاب خدا باشد چه حجت خدا یک مقدمه ای در ابتدای اکثر متون معصوره هست اما بعضی از متون معصوره این مقدمه ها رو ندارن یعنی چی؟ یعنی این مقدمه به دست ما نرسیده نقل نشده به مرور زمان کنده شده یه ای بوده از اون کتاب به دست ما نرسیده و ما الان محرومیم نه اینجوری نیست گاهی بعضی از مناجات ها و متون همون جمله اولش مانند یک سیلی بیدار کننده برای اون کسی که سر سفره اش عمل میکنه یعنی در واقع از بالاترین نقطه به جهت احساسات عواطف و انقلابات روحی آغاز میشه اون مناجات یکی از مصادیق زیبای این گونه مناجات ها همین مناجات ابو حمزه است بسم الله الرحمن الرحیم خب دعای افتتاح رو در نظر بگیرید اونم از اعمال ماه مبارک رمضان اللهم انی افتتح به حمدک و عرض کردم بسیاری دیگر از ادعیه و زیاراتی که به دست ما رسیده اما در مناجات ابو حمزه یک مرتبه شما انگار وارد عمیق ترین بخش استخر میشید بسم الله الرحمن الرحیم الهی لا تعذبنی به عقوبتک خدایا من رو با عقوبتت ادب نکن گاهی تو مجالس حضوری و محافلی که برای قرائت مناجات ابو حمزه تشکیل میشه من اینگونه تعبیر میکنم اگر تعبیر بنده مانند خودم کوچکه و سبکه به بنده ببخشید ارز میکنم مثل دانش آموز خاطی است که به دفتر نازم مدرسه احضار شده او میدونه خودش چه کرده خودش میدونه فقط نمیدونه که الان تا چه مقدار از خطای او رو نازم میخواد به روی او بیاره و بابت چه مقدار از خطاهای او میخواهد او رو تنبیه کنه لذا وقتی وارد دفتر نازم میشه یا در محضر نازم قرار میگیره قبل از اینکه نازم صدا رو به تنبیه او بلند کنه یا از الله چوب رو بلند کنه برای تنبیه فیزیکی او بلافاصله دستاشو میذاره رو سرش میگه منو نزن این جمله مانند آبی است که بر روی آتش خشم و غضب به حق و عادلانه اون نازم ریخته میشه من و نزن معناش اینه اولا که من مستحق کتک خوردن هستم مستحق محروم شدنم مستحق تنبیه شدنم اما الهی لا تو ادبنی به عقوبتک من رو با عقوبتت ادب نکن چه کن با من این ادامه مناجاته که عرض کردم اگر کسی یک بار کسانی که متن عربی رو متوجه میشن متن عربی رو مطالعه کنن کسانی که متوجه نمیشن کامل تو نسخه های مفاتیح الجنان که مرحوم آشق عباس غمی مناجات رو در بین مناجات ها و اعمال سرهای ماه مبارک آورده مراجعه کنن یک بار با معانی فارسیش بخونن یک مرتبه میبینید این مناجات مفصل به اتمام رسید و تازه شما فهمیدی خدای واقعی کدوم خداست خدای خود ساخته خود بافته ذهنی نیست که حالا به این مقامات انشاءالله در حد زمان اندکی که داریم اشاره خواهیم کرد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین